روز دوم و پایانی نشست رهبران گروه 20 روز یکشنبه در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز نیز با چند نفر از رهبران کشورهای دیگر دیدار داشت. آرش سیگارچی از صدای آمریکا که برای پوشش این رویداد در اروپا به سر می‌برد گزارش می‌دهد. در روز دوم نشست رهبران گروه 20 یکی از دیدارهای مهم جنبی ملاقات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان بود. میدونیم در دو سال اخیر ترکیه به نوعی به روسیه و چین نزدیکتر شده و این در حالی که این کشور متحد اصلی آمریکا در منطقه و عضو ناتو است. آقای بایدن در دیدار با رجب طیب اردوغان تاکید کرد که قصد داره که روابط دو کشور رو توسعه بده، ولی در این حال اشاره کرد به ماجرای خرید موشک‌های S-400 که ترکیه قصد داره از روسیه بخره. همچنین موضوع حقوق بشر رو آقای بایدن مورد توجه قرار داد و گفت باید به مبانی حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در ترکیه توجه بشه. در مقابل رجب طیب اردوغان هم ماجرای خرید جنگنده‌های F-16 از آمریکا رو مطرح کرد که آقای بایدن گفت این مسیری داره و باید اون مسیر طی بشه. در حالی به پایان روز دوم و پایان نشست رهبران گروه 20 نزدیک میشیم که برخی رسانه‌ها این نشست رو یک موفقیت برای پرزیدنت بایدن تلقی کردن، به خصوص تعیین مالیات، حداقل مالیات برای شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های چند ملیتی، به خاطر اینکه در سال‌های گذشته خیلی از شرکت‌های چند ملیتی به خاطر نپرداختن مالیات به کشورهای خیلی کوچکتر مثل برمودا می‌رفتن، اما در این نشست کشورهای عضو گروه 20 توافق کردن که یک مالیات 15% رو لحاظ بکنن که دیگه شرکت‌های چند ملیتی برای فرار مالیاتی به این کشورهای کوچک نرن. اما بحث آخر موضوع بازتاب‌های دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبران سه کشور اروپایی هست. دیشب رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خودش به نوعی اشاره کرد که اگر ایران به تعهدات خودش ذیل برجام به طور کامل عمل کنه، آمریکا نیز به برجام باز می‌گرده و قول داد که اگر چنین بشه تا وقتی که ایران از برجام خارج نشه، ایالات متحده در دولت آقای بایدن از برجام خارج نمیشه. این موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا بازتاب زیادی داشته، از جمله نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین استقبال کرده و اون رو قابل توجه دونسته. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.